شروع مثلا تو امروز چه کدر مراجع شده که سوی یکی از نمود تحقیق هایی که در فضای اطلاعاتی و این چالش نوی در تاجیکستان است، این تهدید بر روزنامه‌نگاران از جانب گروه های جنگی دولت اسلامی عراق و شام است که تهدید بی‌واسطه از طریق تلفن با عنوان سردبیر نشر پیک از کلوب صورت گرفته بود و پس آن وقتی که ما تحقیق کردیم از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی کم از 6 نفر روزنامه‌نگار مورد تهدید و تحقیر قرار داشتن و ما این مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم و حدالامکان با استفاده از نظر کارشناسان و همکسبان خود مسئلات رو دادیم که در این تهدید رو نادیده گرفتن خوب نیست و آنها باید از این تهدیدها مقامات حفظ حقوق را آگاه نمایند و برای ایمن بودن خودشان از این خطرها چاره‌ها اندیشند. همزمان ما از مقامات حفظ حقوق تقاضا کردیم که ضمن یک بیانیه آنها هنگام چنین تهدیدها چنین رخ دادن چون نقص حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی بی‌اعتنایی نکنند و برای پیدا کردن این اشخاص نامعلوم کوشش بخرجند و آنها را به مجازات کشند. استاد عزیز، محتوای اصلی تهدید از چی بود؟ تهدید این که گویا آنهایی که درباره گروه های جنگی در عراق مواد آماده کردند، آنها مسلمان نیستند، آنها شریعت اسلامی را نمیدانند و برای همین تهدیدها از جانب این گروه ها و اشخاص علاقه در صورت گرفت که خواه نخواه شما را ما جزا میدهیم به خاطر آنکه ما جانبداری تشکیل کردن خلافت هستیم و شما در این کار با ما مانع ایجاد میکنید. یعنی مواد هایی که چاپ شده بودند، البته اکثری آنها مواد تحلیلی بودند، تحلیلی و در اون نظرهای بودند که خلاف نظرهای جانبداران دیش بودند. یعنی اونا را میگفتند که دیگر این گونه مواد ننویسند، مثلا تحلیلشون از کشتاری بارد بود؟ یعنی از کشتار، سوزاندن دفتری کاری آنها، مجازات به طور دیگر مجازات و مجازات کشیدن آنها عبارت بود که هرچند که فرض کردیم یکی از این روزنامه‌نگاران با من در صحبت خاصا گفت البته این من اونقدر پروا هم ندارم، این یک شخص نامعلوم فیک است که از جانب شبکه اجتماعی با من تحقیق کرده است، ولی از جانب دیگر در جامعه چون این عنصرهای تندرو هم هستند که از این تحقیقات شیرده شده میتوانند و با نقص حقوق ما و کارهای دیگر ناشایان دستند.